و ندا داد جبریل اینک اکش. این شما و وحشت دنیای بی بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و امیدوارم که حالتون خوب باشه توی این ویدئوی کوتاه صرفا میخواستم پروسه ساخت ویدئوی کوتاهی که در ابتدای این ویدئوی آموزشی دیدید رو خدمتتون توضیح بدم به خاطر همین بریم سراغ تکنیک هایی که توی این ویدئو انجام شد من با سرچ های مختلفی که داشتم تو سایت بینگ و تو سایت لئوناردو سعی کردم که ابتدا با هوش مصنوعی یک صحنه دراماتیک در واقع طراحی بکنم که بشه در واقع توی خود افتر هم انیمیتش کرد و خب همزمان هم توی فیلیپیک میگشتم تا ببینم صحنه رو پیدا میکنم که یانم که در نهایت رسیدم به این تصویر و گفتم که خب به جای اون ماه من یه دونه تایپوگرافی انتخاب میکنم و بخاطر همین رفتم توی سایت محلا و توی کاتگوریایی که داشت از بین کلی خوشنویسی مختلف خوشنویسی که ملاحظه میکنید رو پیدا کردم و با تکسچرهایی که قبلا ذخیره کرده بودم و داشتم یک افکتی بهش دادم تا یک حالت طلای رنگ پیدا بکنه و در همین حین همون ابر بزرگی که پایین تصویر بود رو لای, لای کردم تا بشه توی افتر افکت انیمیتش کرد و خب رفتم سراغ افتر افکت اول بگیران رو درست کردم و بعدش هم ابر و خوشنویسی رو وارد کار کردم و از همون ابر چند تا کپی گرفتم و توی بخش‌های مختلف تصویر گذاشتم و در محور اون رو کمی عقبتر بردم تا حالت واقعی تری داشته باشه و در نهایت هم به خود دوربین یک انیمیتی دادم تا حالا اون فضای خوب خودش رو داشته باشه و ببینم که در واقع اون عمقی که به خود کار میده به چه شکل هست و از اون رفتم سراغ صدا برای بحث صدا خب تو سرچایی که داشتم رسیدم در واقع به یک شعر که صدای مرحوم جلیلوند بود یک تیکش رو جدا کردم و خب به خاطر اینکه وکال داشت روش از یک کوشه مصنوعی استفاده کردم تا نهایت بتونم صدای خواننده رو از صدای خود موزیک جدا بکنم و بعد از اون هم از یک آهنگ محزون مذهبی استفاده کردم از این وکالای مذهبی و در نهایت هم زمانش رو کمتر کردم چون که نمیخواستم حالا کل موزیک در واقع روی کار باشه و خب که صحنه کوتاه ما میخواستیم بسازیم و بعد از اون هم با استفاده از یک سالی که در واقع هم تیف خود تایپوگرافی اصلیمون بود یک هایلایت درست کردم و در نهایت هم یک کپی از همون سالید گرفتم که آروم آروم فید میشد و از رنگ طلای رنگ به رنگ سرخ رنگ در میومد. و برای اینکه فضای کار بهتر باشه همیشه خب مهمه که از پارتیکل استفاده بکنیم افکت پارتیکل من از پلاگین سیسی سی اکشن استفاده کردم و با تغییر دادن ابعاد و اندازه های اون سعی کردم که یک حالت ستاره مانند روی خود کار اعمال بکنم پلاگین خیلی خیلی عالی است و شما رو از استفاده از پلاگین های سنگین مثل پلاگین ترپکود پارتیکولار نجات میده چون که اون پلاگین ها واقعا سنگین هستن و تنظیمات خیلی زیادی داره و خب این پلاگین واقعا برای این کار که در واقع شما بتونید یک فضای ستاره کهکشان آسمان درست بکنید خیلی خیلی پلاگین عالی و خوبی هست و در نهایت هم برای بحث کالر کارکشن و کالر گریدینگ که حالا برای همون بحث افکت رنگ هست از پلاگین رد جاینت ماجیک بولت لوک استفاده کردم که خب پلاگین فوق العاده است که تقریبا توی هر کاری من از اون استفاده میکنم برای اینکه اون بحث رنگدهی به کار رو ایجاد بکنم من پلاگین رو, رو روی یه دونه ادجاستمنت اعمال کردم و از همون ادجاستمنت دوباره من یک کپی گرفتم تا این دفعه بتونم از یک پریست دیگه استفاده کنم و در نهایت خب من به اینها کی فریم دادم تا با توجه به اون فضایی که خود کلیپ داشت رنگ کار رو از یک فضای آسمان آبی تیره تبدیل کنم به یک آسمان خاکستری که از لحاظ معنایی هم کارمون خوب بشه و در نهایت کلیپ اون چیزی شد که دیدید که یک بار دیگه هم با همون رو میبینیم و ندا داد اینک شما و وحشت دنیای بیانی خوشحال شدم که تو این هم در خدمت شما بودم و امیدوارم که ویدیو براتون مفید بوده باشه اگر این ویدیو براتون مفید بود ممنون میشم که اون رو لایک کنید انتخاب پیشنهاد نظر داشتید حتما بفرماید لینک پروژه هم در دیسکریپشن هست که میتونید دانلود بفرمایید شاید که موفق و معید باشید در پناه حق خدایا رو نگهدار شما باشه